سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز دوشنبه اول اردیبهشت ما سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد نقش زنان در جامعه ایران با واکنش تند حسن روحانی و حاشمی رفسنجانی روبرو شد رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی درباره نقش زن در جامعه بر نقش وی در خانواده و تربیت فرزند تاکید کرد و گفت نظریه برابری زن و مرد نظریه غلطی است. زنان مطابق قوانین جمهوری اسلامی در مواردی چون ارث، تحصیل و اشتغال، طلاق و سرپرستی فرزندان حقوق برابر با مردان ندارند و در کسب مدیریت‌های عالی در جامعه با دشواری‌های بسیاری مواجه هستند. روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی درباره زنان همزمان با روز زن در جمهوری اسلامی که مطابق با تولد فاطمه دختر پیامبر است گفته بود اشتغال زنان مسئله درجه دو است و مسئولیت زن اول در خانه است اما یک روز پس از این سخنان رئیس مجمع مسلحت نظام اسلامی بدون اشاره مستقیم به گفته های خامنه ای اظهار داشت خشک مقدس ها فکر نکنند که این افتخار است که پای بچه هایشان را از مدرسه و تحصیل ببرند. گذشت آن زمانی که این مسئله افتخار به حساب می آمد. دوران خشک مقدس ها به سر آمده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنانی که در سایت رسمی او انتشار یافته افزود اگر فکر کنیم که همه وقت فعال خانمها ها باید صرف خانداری و بزرگ کردن بچه شود، این با عقل و منطق و های زندگی منطبق نیست اگر مسئولیت خانهداری به خانمها و سایر کارها در جامعه به آقایان واگذار شود در این صورت هم به زنان ستم شده است و هم به مردان جامعه در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با بیان اینکه نه مرد جنس اول و نه زن جنس دوم است تاکید کرد که نه زن برتر است و نه مرد بالاتر به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی در همایش ملی زنان نقش عرصه اقتصاد و فرهنگ گفت که فرهنگ تبعیض علیه زنان پذیرفته نیست و زنان باید دارای فرصتهای برابر و حقوق اجتماعی برابر باشند رئیس جمهور ایران در ادامه فاطمه زهرا را به عنوان الگویی برای تمامی انسانها و نه فقط زنان یاد کرد و گفت زنان نیز در کنار مردان عین هم و مانند هم دارای مقام و کرامت انسانی هن. نه این فرود است و نه آن فرادست است آقای روحانی در ادامه به نقش آیت الله به عنوان کسی که زن را از گوشه خانه با هجاب و افت به جامعه آورد یاد کرد و با اشاره به ماجرای کشیدن دیوار چوبی بین دانشجویان دختر و پسر در 17 اردی سال هشت سال 63 در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران آقای خمینی را به عنوان فردی معرفی کرد که مقابل متحجرین و آنهایی که در حضور زنان در صحنه های اجتماعی و سیاسی شک داشتند ایستاد. روحانی حراس از حضور زن و تعالی زن در جامعه را اعتقادی غلط می داند که نباید به پای اسلام و قرآن نوشته شود. رئیس دولت یازدهم همچنین در این سخنرانی در مقام یک حقوقدان و رئیس دستگاه اجرایی اعتراف کرد که هنوز کاستی های فراوانی درباره حقوق زنان و مسائل جنسیتی در کشور وجود دارد. وی وعده داد که دولت به شعارهای تبلیغاتیش برای ایجاد فرصتهای بیشتر برای زنان وفادار است. صحبت رئیس جمهوری ایران و نیز اکبر هاشمی رفسنجانی درباره برابری های اجتماعی زنان و مردان در حال ایراد می شود که رهبر جمهوری اسلامی ایران برابری جنسی زن و مرد را غلط و پدیده غربی نامیده و موجودیت زن را تنها در نهاد خانواده قابل تشخیص و تعریف خوانده بود. گذشته از رهبر ایران علی لاریجانی رئیس قوه مقننه نیز به مناسبت تولد فاطمه زهرا و روز زن در ایران نیست همچون رهبر ایران خانواده را رکن اساسی در جامعه اسلامی و زن را محور این رکن معرفی کرد صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران هم موازه مشابه خامنه ای گرفته و در آستانه روز مادر در ایران گفته بود که در جمهوری اسلامی به زنان اجحافی نشده است. آمودی لاریجانی گفته بود مسائل حقوقی و تفاوتهای مرد و زن در این امور را باید به هم پیوسته دید تا به خوبی متوجه شد که در اسلام و جمهوری اسلامی اجحافی در حق زنان نشده است. علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی شد در مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی دنبال آمریکا نرفت بلکه آنها دنبال ما آمدند چرا که به این نتیجه رسیدند که دشمنی با ایران دستاوردی ندارد این ادعای ناطق نوری در حالی است که به دنبال تحریم‌های شدید غرب علیه علیه ایران علی خامنه ای فرمان نرمش قهرمانانه را صادر کرد و پس از آن ایران راه مذاکره را برگزید. آقای ناطق نوری همچنین خامنه ای را منتخب خمینی معرفی کرد و به نقل از سید احمد خمینی گفته است به امام گفتم آقای خامنه ای برای ریاست جمهوری زیبنده است امام هم در پاسخ گفت ایشان برای رهبری هم خوب است عباس عراقچی از تیم مذاکره کننده هسته ای ایران اعلام کرد دور بعدی مذاکرات کارشناسی جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج به علاوه یک از پانزدهم تا نوزده اردی بهشت ماه در نیویورک برگزار می شود. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه در گفتگو با ایرنا گفت مذاکرات کارشناسی جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج به علاوه یک در حاشیه اجلاس کمیته مقدماتی بازنگری NPT با حضور کارشناسان هستی و فنی کشورمان و اعضای پنج به علاوه یک انجام می شود عراقچی دستور کار, کار کارشناسی را ادامه بحث فنی و کارشناسی بیان کرد و گفت اجلاس کمیته مقدماتی بازنگری NPT هشتم تا نوزدهم اردیبهشت در نیویورک برگزار خواهد شد و کارشناسان هسته‌ای ایران نیز به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در آن حضور دارند. به گفته وی قرار است چهارمین دوره مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک نیز از 23 اردیبهشت در وین با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شود. عضو ارشد تیم مذاکره کننده ای با تاکید بر اهمیت این دوره از مذاکرات گفت در این مذاکرات تدوین و نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای آغاز می شود که کار پیچیده و دشواری است در رویدادی دیگر و در حالی که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که جمهوری اسلامی آماده تغییر طراحی راکتور عراق است یک وزیر اسرائیلی گفته است کوره آبسنگین سنگین عراق مشکل اصلی نیست بلکه توان قنیسازی اورانیوم ایران و تعداد سانتریفیوژهایش اهمیت دارد اشتاینیس وزیر اطلاعات و راهبردی اسرائیل در این خصوص گفت اصلی ترین مشکل ادامه توان ایران در غنیسازی اورانیوم است و از این رو تعداد سانتریفیوژهایی هایی که ایران با آن غنیسازی را انجام می دهد اهمیت دارد وی که پیگیری پرونده ایران در دولت اسرائیل را در دست دارد در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون اسرائیل گفت ایران با مطرح کردن این ادعاهای جدید میخواهد توجهات را از مسئله اصلی که غنیسازی اورانیوم است منحرف کند این وزیر اسرائیلی ایران را به فریبکاری تازه متهم کرد. اشتاینیز به تلویزیون اسرائیل گفت ایران اگر بخواهد بمب اتم تولید کند آن را از اورانیوم غنی شده تولید می کند نه از تولیدات نیروگاه عراق. این وزیر اسرائیلی در حالی تغییر کار کرده نیروگاه آبسنگین عراق را بی‌اهمیت دانست که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها در ماه های گذشته بر لزوم برچیدن این نیروگاه به عنوان یکی از شرط های مهم برای رفع خطر از برنامه اتمی ایران تاکید کرده بود. علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم اعلام کرد رقیق سازی اورانیوم 20 درصد پایان یافته است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت طبق اطلاعاتی که به من دادن در تاریخ 23 1393 حدود 103 کیلوگرم از 200 کیلوگرم اورانیوم رقیق شده یعنی از 20 درصد به 5 درصد تبدیل شده است و در کل موضوع رقیق سازی بسته شد صالحی با اشاره به توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی و غرب گفت طبق توافق فیما بین قرار بود نیمی از 200 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد غنی شده را به اکسید اورانیوم تبدیل و نصف دیگر را رقیق کنیم و این کار در حال انجام است وی تصریح کرد طبق توافق اگر رقیق سازی اورانیوم سرعت بیشتری داشته باشد در پرداخت اقساط اموال بلوکه شده ایران نیز تصریح خواهد شد بنابراین اکسیداسیون و رقیق سازی هر دو به خوبی انجام شد و گزارش آژانس هم این موضوع را تایید کرده است. صالحی در ادامه گزارش های اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران را متوازن توصیف و خاطر نشان کرد آنها میخواهند واقعیت هایی را که بر اساس بازدیدهایشان هایشان میبینند منعکس کنند و در عین حال در این زمینه بسیار با دقت و با وسواس عمل می کنند. تا جایی که حتی اگر کوچکترین اطلاعاتی درباره فعالیت اتمی ایران به آنها رسیده باشد متاسفانه آن اطلاعات را مبنا قرار داده و منعکس می کنند. وی افزود با وجود تمام این مسائل گزارش های اخیر آژانس در مقایسه با گزارش های سابق مثبتتر بوده است. محیدین شیروزی شیرازی عضو مجمع عضو مجلس خبرگان در نامه خطاب میرحسین موسوی و مهدی کروبی از آنها خواسته برای خاموش کردن به گفته او شمعک حوادث سال 88 که هنوز روشن است از مواضع خود عقب نشینی کنند آقای حائری شیرازی در این نامه نوشته اصرار آنها بر ابطال نتیجه انتخابات سال 88 امر باطلی بود و نظام برای حفظ مصلحت موسوی و کروبی را محاکمه نکرد به نوشته حائری رفع حصر خانگی در شرایط اصرار بر مواضع قبلی به معنی این است که نظام حکم به نفی خود داده است و از هیچ نظامی نمیتوان چنین انتظاری را داشت به دنبال پیروزی حسن روحانی در ایران انتظارات برای رفع حصر میرحسین موسوی مهدی کروبی و زهرا رهنورد افزایش یافت با این حال دولت علیرغم تلاش‌های پشت پرده هنوز موفق به شکستن رفع حصر نشده است پنجشنبه هفته گذشته در جریان یک درگیری در بند 350 زندان اوین ده ها نفر از زندانیان سیاسی از سوی مأموران وزارت اطلاعات، سپاه و قوه قضایی مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های ایران بار دیگر ضرب و شتم زندانیان سیاسی را تکذیب کرد و این خبر را دروغی خواند که جبهه معاند نظام آن را منتشر می‌کند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت که آقای قلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان های ایران در جلسه این کمیسیون توضیح داده که در بازرسی روز پنجشنبه زندانیان دو اتاق این بند که او آنها را از جریان فتنه و نفاق خوانده است حاضر به خروج از اتاقها نشدند و در مقابل تیم بازرسی که از کارکنان فعلی زندان نبودند مقاومت کرده و ناسزاگویی کردند. رئیس سازمان زندان ها با تکسیب ضرب و جرح زندانیان افسوده که روز یک شنبه هم به تعدادی از خانواده های این زندانیان اجازه ملاقات داده شد تا به چشم خود ببینند. از سوی دیگر مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم در این خصوص گفته درگیری خاصی در بند 350 زندان اوین رخ نداده و تنها دو نفر از زندانیان در یک درگیری جزئی جراحات مختصری برداشته و دچار کوفتگی بدن شدند. به گزارش ایسنا، پور محمدی در جمع خبرنگاران گفت این درگیری در حین بازرسی از این بند رخ داده است. وی گفت در دو اتاق از زندان اوین مقاومت از سوی زندانیان صورت گرفت و برای خود اشخاص مشکلاتی به وجود آورد و یکی دو نفر از زندانیان در این بازرسی دچار جراحت مختصری شدند. در همین حال خانواده های زندانیان سیاسی بند 350 دست به تجمع زدند که در این تجمع اعتراضی علی متحری نماینده مردم تهران حضور یافت و به آنها قول پیگیری موضوع را داد. وی در این رابطه اظهار کرد خانواده های زندانیان سیاسی میگویند در تماس تلفنی با زندانیانشان موضوع درگیری تایید شده و برخی مصدوم و برخی دیگر به انفرادی رفتند. متحری افسود این خانواده ها از ما کمک خواستند و ما در حد توان به آنها کمک می کنیم و در مجلس موضوع را پیگیری می نماییم. وی ادامه داد من فکر می کنم این درگیری در دو حالت اتفاق افتاده یا بی تدبیری بوده یا اینکه عده می برای دولت جدید ایجاد مشکل کنند وگرنه بعید است کسی که علاقمند به کشور و دولت باشد دست به این کارها بزند این نماینده مجلس گفت که تصور می کند وزارت اطلاعات در جریان موضوع نبوده است پنجشنبه هفته گذشته در جریان یک درگیری در بند 350 زندان اوین ده ها نفر از زندانیان سیاسی از سوی ماموران وزارت اطلاعات سپاه و قوه قضایی مورد ضرب و قرار گرفتند مقام های قضایی وقوع این درگیری را تکذیب می کنند اما هفتاد زندانی در اوین با انتشار نامه ای اعلام کردند حاضرند شهادت دهند که ماموران امنیتی زندانیان بند 350 را به قصد کشت کتک زدند وزیر اطلاعات نیز اعلام کرده در روزهای آینده درباره این درگیری اطلاعیه ای صادر خواهد کرد و گروهی از نمایندگان نیز پیگیر این موضوع در مجلس شدند. در حالی که مهلت ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر 31 فروردین به پایان رسید، منابع خبری اعلام کردند که تنها عبدالفتاح از سیسی و همدین سباهی مدارک ثبت نام خود را به کمیته عالی انتخابات مصر تحویل دادند. به گزارش رویترز به نقل از یک منبع قضایی این کمیته پس از بررسی مدارک این دو نفر فهرست ابتدایی نامزدها را اعلام خواهد کرد. روز شنبه مرتزا منصور رئیس باشگاه ورزشی زمالک مصر به نفع عبدالفتاح از سیسی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد. انتخابات ریاست جمهوری مصر روزهای پنجم و ششم خرداد ماه آینده برگزار خواهد شد. آخرین نتایج آرای شماره شده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که نزدیک به نیمی از آرا را در بر میگیرد نشان میدهد که عبدالله عبدالله همچنان نامزد پیشنهاد پیشتاز انتخابات این کشور است برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید 50 درصد از آرای رای دهندگان را کسب کند به گزارش خبرگزاری رویترز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که با شمارش تقریبا 50 درصد از آرای 43 ولایت این کشور عبدالله عبدالله وزیر امور خارجی پیشین افغانستان با 44 ممیز 4 دهم درصد پیشتاز رقابت هاست و اشرف غنی با 33 درصد پشت سر وی قرار دارد زلمی رسول که گفته می شود نامزد مورد نظر حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان است هم با کسب ده میز چهار دهم درصد آرا در رتبه سوم قرار دارد احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خبرنگاران گفت که این نتیجه مربوط به بخشی از آرا بوده و قابل تغییر است. نورستانی افزود عبدالرب رسول سیاف با گرفتن 7 درصد آرا در جایگاه چهارم قرار گرفته و پس از وی قطب الدین حلال دو ممایز 7 دهم درصد آرا را از آن خود کرده است. به گفته وی محمد شفیق گلاغا شیرزای با به دست آوردن یک ممیز شش دهم ده درصد آرا در جایگاه ششم قرار دارد و محمد داوود سلطانزوی با گرفتن نیم درصد آرا در رتبه هفتم و هدایت امین ارسلا با کسب دو دهم ده درصد در جایگاه هشتم قرار دارد. رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان گفت ده درصد آرای قبلی که یک شنبه هفته گذشته در اختیار رسانه ها قرار گرفت نیز در آمار جدید منظور شده است. نورستانی تاکید کرد که آرای اعلام شده سالم است و مشکلی ندارد و هیچ گونه تقلبی انجام نشده است. به گفته نورستانی آرای 1486 صندوق اخسرای محل برای بررسی به کمیسیون شکایت های انتخاباتی ارسال شده و آرای 1086 صندوق دیگر نیز باز شماری شده است. برگزاری دور دوم انتخابات با نگرانی های امنیتی کاهش شرکت کننده ها و همچنین هزینه بالا روبروست. دور نخست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود 100 میلیون دلار هزینه در پی داشت. متحدان افغانستان برگزاری انتخابات دور اول در روز 5 آوریل که با حضور گسترده مردم افغانستان در پای صندوق ها همراه بود را مورد ستایش قرار دادند. به رغم تهدیدهای گروه طالبان شورشیان نتوانستند که حمله عمدی در روز انتخابات انجام دهند. آمارها نشان می دهد که از ده میلیون رای دهنده واجد شرایط در انتخابات امسال ریاست جمهوری افغانستان حدود 60 درصد یعنی 7 میلیون نفر در پای صندوق ها حاضر شدند. یکی از نگرانی های عمده در این دور از انتخابات میزان بالای گزارش ها درباره تقلب است که نسبت به انتخابات سال 2009 افزایش نشان می دهد. رئیس جمهوری آینده افغانستان قرار است جانشین حامد کرزای شود که از زمان حمله آمریکا به افغانستان در سال 2003 تنها رئیس جمهوری این کشور بوده است. عبدالله عبدالله و رقیب وی اشرف وعده دادند که در صورت انتخاب به مقام ریاست جمهوری در برابر غرب سیاست‌های تازه‌ای در پیش خواهند گرفت و معاهده امنیتی با ایالات متحده آمریکا را امضا خواهند کرد. آقای کرزای حاضر نشده است که این معاهده را امضا کند. مخالفان بشار اسد در سوریه پس از قطع برق بسیاری از مناطق شهر حلب که در کنترل دولت سوریه است تهدید کردند که برق دمشق پایتخت این کشور را نیز قطع می کنند. به نقل از منابع خبری اداره برق شهر حلب که در مناطق تحت سیطره مخالفان اسد قرار دارد با صدور بیانیه اعلام کرد که دستور قطع برق دیگر مناطق پایتخت اقتصادی را صادر کرده است. در این بیانیه که به امضای ابو همس رسیده، تهدید شده است که اگر دولت سوریه شروط مندرج در این بیانیه را نپذیرد، برق دمشق پایتخت و شهرهای شمالی سوریه هم قطع خواهد شد. توقف بمباران های هوایی و شلیک موشکا به حلب پایان محاصره شهر همس قدیم شهر داریا و القوت الشرقیه از, از جمله شروطی هستند که در این بیانیه در شدند در رویدادی دیگر مرتبط با سوریه رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که فرانسه اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد دولت بشار الاسد همچنان از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کند به گزارش خبرگزاری فرانسه فرانسا اولان گفت که مقدار اندکی اطلاعات در این زمینه داریم با این همه هنوز مدرک ثابت کننده ای در دست نیست آقای اولان ابزود آنچه من میدانم این است که تا با حال هرچه از رژیم اسد دیده ایم روش های وحشتناکی است که این رژیم قادر به استفاده از آنهاست و تمایلی هم به انتقال قدرت در این کشور ندارد یک منبع آگاه در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفته است که این اطلاعات از منابع مختلف از جمله نیروهای مخالف در سوریه به دست دولت فرانسه رسیده است و در رویداد دیگر نیز خبرگزاری ها نوشتند نزدیک به 80 درصد تسلیحات شیمیایی رژیم اسد از بین رفتند زگرت کاک نماینده ویژه سازمان ملل در امر نابودی سلاحهای شیمیایی سوریه اعلام کرده که حدود 80 درصد سلاحهای شیمیایی و گازهای مرگبار سوریه جابجا جا یا نابود شدند. او افزود که اگر مشکل خاصی پیش نیاید باقی تسلیحات در روزهای آینده نابود می شوند. زگرد کاک همه هنگ کننده معمولیت سازمان ملل و معمولیت سازمان منع تسلیحات شیمیایی است. دولت سوریه زیر فشار واشنگتن و با پیشنهاد روسیه نابودی زرادخانه شیمیایی خود را پذیرفت. قبول این کار پس از تهدید اوباما به حمله موشکی به سوریه در واکنش به حمله شیمیایی به مردم غیر نظامی در حوالی دمشق صورت گرفت. حمله با گاز کلور در ماه اوت سال گذشته جان صدها نفر از جمله دهها کودک را گرفت. چهار خبرنگار فرانسوی که سال گذشته در سوریه ناپدید شده بودند توسط نیروهای مرزی ترکیه پیدا شدند خبرنگاران آزاد شده حدود ده ماه در اسارت نیروهای اسلامگرای داعش بودند. در خبر دیگر از بحران سوریه، ترکیه بار دیگر از رژیم بشار اسد انتقاد کرد. داوود اغلو وزیر خارجه ترکیه اسد را فردی دانست که در خیالات به سر میبرد. مایستان بختیاری از ترکیه گزارش میدهد. چهار خبرنگار فرانسوی که سال گذشته توسط نیروهای اسلامی داعش در سوریه رو بوده شده بودند آزاد شدن آنطور که ترکیه گزارش میدن مرزبانان شهر آبجاغله، شهر مرزی ترکیه در نزدیکی سوریه این چهار خبرنگار رو پیدا کردن گفته شده یک گروه ناشناس این خبرنگاران رو تا گذرگاه‌های مرزی ترکیه هدایت کردن بلافاصله هم پس از اینکه این خبرنگاران وارد خاک ترکیه شدن مورد معاینات پزشکی اولیه قرار گرفتن بعد هم از طریق فرودگاه و توسط یک هواپیمای نظامی متعلق به ارتش فرانسه به کشور خودشون منتقل شدن میدونیم آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه هم بلافاصله این خبر رو تایید کرد و ابراز خرسندی کرد از آزادی این خبرنگاران اما جدای از آزادی این چهار خبرنگار فرانسوی گفته میشه هنوز سی خبرنگار خارجی دیگه در اسارت نیروهای داعش قرار دارند وضعیت خبرنگاران در سوریه در طی سه سال گذشته از زمان آغاز ها در این کشور وضعیت بسیار وخیمی بوده بسیاری از سازمانهای مرتبط با خبرنگاران و نگاران و یا سازمانهای فعال در زمینه حقوق و بشر سوریه رو ناامنترین و خطرناکترین مکان برای خبرنگاران میدونند ما همینطور در طی سه سال گذشته گزارش‌های متعددی رو داشتیم از حمله تک تیراندازان اسد به خبرنگاران خارجی در واقع باید گفت خبرنگاران در سوریه در حالی پابه به ترین محل کار خودشون میگذارن که به صورت مشترک هم از سوی نیروهای اسد و هم از سوی گروههای تندرو اسلامی همچون جبهه النصره و داعش مورد حمله قرار میگیرند در این باره همینطور اشاره بکنیم به سخنان دیشب آقای داوود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه که در یک برنامه تلویزیونی یک بار دیگه بشار اسد و رژیمش رو مورد انتقاد قرار داد. آقای داود اغلو در این باره گفت که من پیشتر در زمینه برگزاری رفورم های قانونی اجازه برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز توسط مردم و تغییرات دموکراتیک در سوریه هشدارهای رو به بشار اسد داده بودم و او هم در این زمینه قولهای رو داده بود ولی متاسفانه به قولهای خودش عمل نکرد قولهای از جمله برچیدن وضعیت انحصاری حزب بعث در ساختار سیاسی سوریه و یا صدور شناسنامه برای شهروندان کرد این کشور همینطور در این برنامه تلویزیونی آقای داود اغلو اشاره کرد به نارامی ها در منطقه ترکمن نشین بایرگوجاک و گفت در این منطقه مردم به شدت گرفتار هستند و با نیروهای اسد درگیر هستند به ویژه آقای داود اغلو بر این موضوع تاکید کرد که منطقه ترکمن نشین بایر چه از لحاظ استراتژیک و چه از لحاظ فرهنگی برای ترکیه بسیار حائز اهمیت هستش از آغاز نارامی ها در سوریه در طی سال گذشته ترکیه مرزهای جنوبی خودش رو به روی آوارگان سوری باز کرده آوارگان بسیاری هم در طی سال گذشته به ترکیه وارد شدن از طریق همین گذرگاه های مرزی دولت ترکیه هم خدمات درمانی و غذایی رو در اختیار اونها قرار داده این چهار خبرنگار فرانسوی هم که دو روز پیش آزاد شدن از طریق همین گذرگاه های مرزی وارد خاک ترکیه شدن دولت قطر در پی تفاهم با کشورهای عربستان، امارات و بحرین قصد دارد رهبران اخوان المسلمین از جمله یوسف القرضاوی را از کشور بیرون کند. به گزارش دویچه ولی دولت قطر از رهبران اخوان المسلمین حاضر در این کشور خواسته است تا خروج آنها از کشور از گفتگو با رسانه ها بپرهیزند. در همین راستا العالم اعلام کرد مقدمات انتقال القرضاوی به یمن در حال تدارک است و در این باره با رهبران اخوان المسلمین یمنی نیز مذاکره شده است بحران سیاسی میان قطر و کشورهای عربستان امارات و بحرین بر سر حمایت دوه از اخوان المسلمین و یوسف القرضاوی در ماههای گذشته شکل گرفت و این موضوع به فراخان سفرای سه کشور یاد شده از دوحه انجامید معاون کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در هر شرایطی در موعد مقرر برگزار خواهد شد. به گزارش ایتارتاس، آندر ماگر گفته انتخابات ریاست جمهوری اوکراین اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا نتایج آن موردی برای انتقاد از مشروعیت حکومت این کشور باقی نمیگذارد. ششمین انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که انتخاباتی زود هنگام است 25 ماه می برگزار می شود. کارشناسان معتقدند در صورت برقراری حالت فوقالعاده در بخشهایی از اوکراین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور ناممکن خواهد شد یک هواپیمای مسافربری مالزی با 166 سرنشین روز دوشنبه مجبور به فرود اضطراری در کوالالامپور شد به گزارش خبرگزاری فرانسه این فرود استراری ضربه دیگری به وجهه ایمنی پرواز در مالزی پس از ناپدید شدن پرواز MH370 وارد کرد. شرکت هواپیمایی مالزی اعلام کرد این پرواز به مقصد بنگلور هند پس از اطلاع از ترکیده شدن یک لاستیک آن هنگام برخاستن برگردانده شد. 8 مارس نیز پرواز MH370 در مسیر کوالالامپور به پکن ناپدید شد و تحقیقات وسیع برای یافتن این هواپیما تاکنون بی‌نتیجه مانده است. در حالی که طبق قانون صادرات خاک حاصلخیز از ایران ممنوع است، معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران از برداشت و صدور خاک بسیار غنی جزیره هرمز توسط شرکت های خصوصی به کشورهای هاشیه خلیج فارس خبر داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا پروین فرشی معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران در یک نشست خبری گفت یکی از چالش هایی که در منطقه خلیج فارس با آن مواجهیم برداشت خاک از جزیره هرمز است خاکی که از نظر مواد مدنی بسیار حائز اهمیت است وی ادامه داد ما معتقدیم باید مطالعات جداگانه برای بررسی ارزش واقعی این خاک انجام شود و این در حالی است که در حال حاضر شاهد برداشت خاک از این جزیره ارزشمند ای هستیم پروین فرچی در ادامه این گونه توضیح داد که این اقدام توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود و نهادهای دولتی در انجام آن دخالتی ندارند ولی ما معتقدیم مسئولیت استانداران برای جلوگیری و نظارت بر این اقدام سنگینتر از سازمان حفاظت محیط زیست است. انتشار این خبر در حالی است که رحیم سجادی معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی روز پنجم خرداد 1392 به خبرگزاری ایسنا گفته بود برای حفظ منابع پایه کشاورزی خروج خاکهای زرایی از کشور از دو سال گذشته ممنوع شده است. بر پایه قوانین موجود صادرات خاک صنعتی از ایران نیز تنها با اخذ مجوز از وزارت صنعت معدن و تجارت امکان پذیر است ادامه انتشار خبرهایی در مورد صادرات غیرقانونی خاک ایران در حالی است که سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس نیز از فروش غیرقانونی خاکهای مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داده و گفته بود که این کار در حالی ادامه مییابد که بارها در مجلس درباره آن تذکر داده شده است خبرگزاری مهر گزارش داد افزایش قیمت بنزین که برای سال 93 در سه مرحله تنظیم شده از امروز اول اردیبهشت ماه کلید خورد و قیمت بنزین از 400 تومان به 700 تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد به بیش از 1000 تومان افزایش یافت. در همین راستا مشتبه شفیعی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به اعلام قیمت جدید بنزین در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها گفته است سهمیه بنزین 400 تومانی وسایل نقلیه پس از آغاز مرحله دوم هدفمندی تا اطلاع ثانوی معتبر خواهد بود. با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها قرار است بنزین در سه مرحله افزایش یابد. با این حال هنوز دولت روحانی نرخ‌های دقیق افزایش قیمت بنزین را اعلام نکرده و در این خصوص سخنان ضد و نقیزی مطرح می‌شود. خبرگزاری های ایران از احتمال اطلاع رسانی در این زمینه در روزهای آتی خبر دادند. حسن عباس نجات مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اعلام کرد 93 درصد دریاچه ارومیه خشک شده و شوری آب آن به حالت فوق اشباع رسیده است. به در جلسه مشترک ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه اعلام کرده است، تنها 7 درصد مساحت آب دریاچه ارومیه باقی مانده و اگر اقدامات لازم برای احیای دریاچه تا تابستان سال جاری انجام نشود امیدها برای احیای این دریاچه کم تر خواهد شد آقای عباس نژاد هشدار داده کشور همکنون در مرحله تنش آبی است و طی 13 سال آینده شاهد وقوع بحران آب خواهیم بود مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی همچنین اعلام کرده است برنامه برای احیای تالاب‌های های حاشیه دریاچه ارومیه طی یک دوری سه ساله با اعتبار 140 میلیارد ریال انجام شده است. مسئولین تا کنون آمارهای متفاوتی از حزینه های احیای دریاچه ارومیه عنوان کردند. بابک دین پرست معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید بر اساس مطالعات انجام شده 53 درصد از معتادین در سازمان های دولتی شاغل هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای دین پرست همچنین گفته روزانه در تهران دو نفر بر اثر مواد مخدر جان خود را از دست می دهند و در هفت ماه گذشته 1700 نفر قربانی مصرف مواد مخدر شدند. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین گفته تحقیقات نشان می دهد که کسب لذت، کنجکاوی، تفریح و مشکلات روحی و روانی امده ترین عوامل اعتیاد در ایران هستند و فراهم کردن تفریحات مناسب برای مردم می تواند باعث کاهش آن شود. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با تلویزیون ایران فردا همراه هستید. دعوت میکنم بیننده برنامه صفحه یک ما هم باشید که بلافاصله پس از خبر پخش می شود. از طرف خودم و گروه خبر شب و روز خوبی را برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار.